مقامات توجیکستان گفتند روز 22 می ساعت 17:30 دقیقه در شهر خوروغ محمد باقیروف کشته شد. در خبر اجنسی رسمی خوار با تکیه بر ریاست وزارت کارهای داخلی توجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان گفته می شود که کشتار این ساکن محله خوروغ بالا بر اثر مناقشه بین همدیگری داخلی روی داده است. در خبر رسمی او را سرکرده گروه متشکل جنایتی محله بر خوروغ نامیدند. در خبر آمده است که از روی این حادثه پراکوراتور رای ولایت تفتیشات پیشکی را آغاز کرده است. این خبر را با رادیو زودی دست کم 3 منبع مستقل در شهر خوروغ نیز تصدیق کردند. به اطلاع آنها این پیشوای غیر رسمی ولایت مختار کوهستان بدخشان در محله‌ای که در زبان مردم خوروغ چون بوین معروف است و در نزدیکی منزل او در محله بر خوروغ جایگیر است کشته شده است. یکی از سرچشمه ها میگوید همراه او یک ساکن دیگر خوروغ نیز زخمی شده است. فعلا تفصیلات بیشتر این حادثه در دست نیست. محمد باقیروف افسر پیشین نیروهای مرزبانی توجیکستان و پلکوونیک مستعفی بود. اسم او اخیرا در رابطه با اعتراضهای مردمی در شهر خوروغ در دایره پرونده مقامات حفظ قانون یاد میشد. از جمله روز 17 می در اظهارات وزارت کارهای داخلی محمد باقیروف، علیم شیرزمانوف و الفت خانم محمدشویوا چون سازمان دهندگان اعتراض 16 می در خوروغ یاد گردید. در حالی که اعتراضگران تفتیش پوره قتل ساکن نوی روشتقاله گلبدین زیوبیکوف را طلب میکردند که از طرف مقامات انتظامی هنگام بازداشت کشته شد، مقامات ناراضیان و محمد باقیروف را به لتوکوبی لطف‌الله نوروزوف سردار ریاست معارف بدخشان عیبدار نمودند. زیدی او روز 2 فوریه با عیبنامه استفاده زور نسبت نماینده حاکمیت و برانگیختن کینه و عداوت محلگرایی پرونده جنایی آغاز شده بود و مقامات پایفشاری داشتند که او خود را تسلیم کند، ولی خود او و طرفدارانش این اتهام را رد میکردند. روز 9 فوریه محمد باقیروف در یک پیام ویدیویی گفت نه یگان قانون شکنی کرده است و نه یگان خیانت و علاوه نمود که 30 سال آخر زیر فشار مقامات دولتی زندگی میکند. محمد باقیروف سالهای جنگ شهروندی توجیکستان در صف نیروهای مخالفین جنگیده، بعدا سازشنامه صلح را پذیرفت. بر اساس سهمیه 30% بر رهبری پستگاه مرزی مرغاب پرداخت و تا سالهای اول 2000 در این مقام کار کرده است. برخی محمد باقیروف را یکی از رهبران نسبتاً با نفوذ غیر رسمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان می نامیدند.